سلام مخصوص بر شما دوستان آشنایان، اونهایی که از زبان پربهای خودتون مایه میذارید و تشریف میارید در ضیافت و گفتگوی خود شرکت میکنین، ما همیشه از شما متشکر هستیم. امیدواریم در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه امروز حضور به هم رسانده باشیم و بتونیم دقایقی با هم باشیم. در ضمن امروز 12 اسفند هست و دیروز که 11 اسفند بود مردم همیشه حاضر در صحنه جمهوری اسلامی ایران پای صندوق‌های رأی رفتن و رأی دادن و تا اونجایی که ما شنیدیم خیلی هم مثل که شلوغ بوده و سعی می‌کنیم یه مقدار اطلاعات اخباری که داریم و خدمت شما ارائه بدیم و انشالله مثمر ثمر باشه و بتونیم صحبتهایی داشته باشیم. البته ما همیشه در برنامه‌مون سعی میکنیم که بگیم که هر مخلوقی، هر مخلوقی مخصوصا انسان که خب مخلوق هست، یک روابط مخصوصی با خالق خودش داره و میتونه این روابط رو از هر طریقه که معلمی داره، بتونه از حضرت موسی علیه السلام یا حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین ارتباط برقرار کنه. ولی خب الله منحصر به من نیستن، الله ما رو همه هست. دلیل ازش که بعضی وقت ای خدای من، یا چی خدای من کدومه؟ خدای همه، الله الله همه. ما این خدا رو، لغت خدا رو مصرف نمی کنیم چون مفهوم الله رو نمیده و الله یک مفهومی داره و بقیه صحبت های مفهوم های دیگه. به هر حال اونا همش یک چیزهایی که بالاخره در طول این زمانی که ما روی این کره خاکی هستیم و بالاخره یک زمانی برای ما معین شده و این زمانی که برای ما معین شده یک نامحدود نیست، یه انتهایی داره. همونطور هم که همیشه الله سبحانه و تعالی یادآوری کردن در قرآن برای ما که خلقتون کردم، روزیتون رو میدم، استفاده کنید، هر چی هست اضافه دارید بدید و برگشت شما به من هست و این یادآوری هست. و در ضمن الله میفرمان هر چیزی که خلق کردن انتها داره و این خیلی خیلی موضوع خیلی مهمی هست که ما بتونیم اینو درک بکنیم. حتی بهشت و جهنمی که الله خلق کردن انتها خواهد داشت، یعنی هیچ چیزی برخلاف اون فهمهایی که ما بعضی وقتا پیدا میکنیم که ما ابدی خواهیم شد، نه ابدی نیستش، طولانی بله، مثلا یک ثانیه در مقابل 1,000,000 سال یا 1,000,000,000 سال نوری، خب اون 1,000,000,000 سال به نظر ابدی میاد تا یک ثانیه، ولی اون 1,000,000,000 سال هم تموم میشه، خاموش میشه، دیگه نیست. این هستش که ما خوشحال میشیم روز شنبه میایم خدمت شما و شما هم لطف میفرمایید تو برنامه ما یا محلی گوش میکنید یا جاهای دیگه دنیا، چون ما از طریق یوتیوب داریم پخش میشیم و اسم این برنامه ضیافت گفتگو هست و اونهایی که میخوان پیدا کنن ما رو در یوتیوب، ضیافت گفتگو به انگلیسی هست ZEYAFATE میشه ضیافته گفتگو، هم همه مثل گفتگو GOFTEGOO گفتگو. و اینو شما میتونید گوگل کنید و در یوتیوب برید و بزنید لایو، بعد میبینید که
ما داریم اونجا صحبت میکنیم و میتونید تماس هم داشته باشید، راه تماس هم هست و خوشحال میشیم. در ضمن خیلی وقت ما داریم سعی میکنیم از این استودیویی که هستیم که فقط صدا داره پخش میشه، منتها ما دستگاه های دیگه میاریم که همه صدا باشه همه سیما باشه، یه استودیوی دیگه اینجا هستش که میتونه زنده صدا و سیما رو پخش بکنه و مهمون هم داشته باشید. این هستش که انشالله وقتی که تونستیم به همچی برنامه رو درست بکنیم، البته خب ما اون چیزشو داریم، اجازه این چی میگن تهیه و فرستادن این برنامه رو داریم، منتها احتیاج به یه مقدار کمک دوباره هست. یعنی چی؟ ما اینجا تنها میایم میشینیم این دستگاه ها رو روشن میکنیم میایم خدمت شما و تمام هم که میشه دست میبندیم میریم. این یکی در استودیوها احتیاج به چیز داره، افراد دیگه داره که بیان اونجا بتونن با هم دیگه فعالیت کنن و یه برنامه تولید بکنن. این هستش که همچین استطاعت مالی من ندارم و که بتونم یه همچین کاری بکنم، چون بالاخره اونهایی که میان کمک میکنن دو دسته هستن، اینها یا داوطلبانه میان یا یک حق و حقوق میگیرن و این هستش که ما نداریم همچین بودجه رو که این کار انجام بدیم. ولی خب بعضی وقتا انشالله وقتی که تونستیم تعداد داوطلبی داشته باشیم که بیان و دوربین ها، خب اینا چند تا دوربین مختلف هست در جهت مختلف که اینا هر کدومش یه چیز داره که پشتش وایستاده، مثلا اینطور اینطور، و یکی هم در اتاق کنترل هستش که باید یه مقدار کارهایی انجام بده. اینه که هنوز ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم. به برنامه هم بعد از ما بود، خانم بصیری بودن، گلایه بصیری، نه من میشون بالاخره خداحافظی کردن از برنامه یا هنوز هم هستن، ولی خب ایشون هم سالهای سال اینجا قبل از من بودن اینجا، ما حالا در حدود 20 سال اینجا هستیم یا کمتر، و ایشون از ما قبل از ما بود. و یه آقای دیگه هم بودن اینجا به نام علی شیرازی که حالا نمیدونم دیگه در امریکا نیستن، کوچ کردن برگشتن به ایران، اونجا زندگی میکنن. و این پایگاه و یه عده‌ای که یه آقای به نام محمد علی نامی بودن اینجا که اون اوائل انقلاب اینا اومدن تونستن یک همچین مؤسسه‌ای که تازه راه افتاده بود، یک چیز قسمتی از شنبه رو برای خودشون بگیرن و از اینجا کلی برنامه پخش شده، یه ده از اینجا برنامه فرش فروشی کردن، یه ده برنامه های چیز دیگه داشتن، بالاخره یه برنامه دیگه هم به نام رنگارنگ بود که از همین جهات نشر گرفت و بعد برای خودش رفت یه مؤسسه‌ای شد. و ما البته خب بارها گفتیم که ما کار ما داوطلبانه است، انتظار چیزی هم از کسی نداریم و میاییم اینجا و اتفاقاتی که افتاده در همین هفته گذشته رو سعی میکنیم در اختیار شما بگذاریم و بتونیم که این دو ساعتی رو که اینجا هستیم اقلا اطلاعاتی رد و بدل بشه که شما بتونید استفاده بکنید. و ما وقتمون برای 2 دقیقه وقت داریم. من قبل از اینکه وقت این قسمت اول برنامه تموم بشه، یک شخصی که مال نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بود، این شخص اومد در مقابل سفارت قاسمین سرزمین‌های فلسطین در واشنگتن خودش رو سوزوند و این چیزی که برای ما فرستادن هیچ کس صداش رو در نیاورد و امروز مرد. این چیزی هست که یه نفر برای ما فرستاده که این در تمام دنیا منعکس شد یا نه، و ما یک لحظه یه چیزی نشون میدیم، چون بعضی وقتا اینا چیز کپی رایت دارن و اجازه نمیدن هم چیزایی دیده بشه. این عکس این سرباز هست که خودش رو در مقابل این محل سوزوند و پشتیبانی خودش رو از مردم فلسطین اعلان کرد و در چیز اخبار محلی
چیز کوچیکی اشاره شده بود به ایشون که اومد یه چیزی سر ریخت به سرش و با یه فندکی زد و آتیش گرفت و همونطور که ایستاده بود تا آخرین لحظه میگفتش که فلسطین باید آزاد بشه، جنگ باید متوقف بشه و فلسطین رو آزاد کنید، فلسطین رو آزاد کنید، فلسطین رو آزاد کنید. و بعد افتاد روی زمین. بعد افرادی که اون دور و بر بودن دویدن که اینو خاموشش بکنن و یه مقدار طول کشید تا خاموش کردن. بالاخره یک صحنه خیلی خیلی تکان دهنده بود که این داشت پخش میشد. بعضی ها هم تمام صحنه رو دارن از اون قدم هایی که این مرحوم یا این قهرمان جان باخته داره نشون میده که داره میره به طرف این محل و حرف میزنه، بعد کلاش رو در میاره میذاره سرش، خبردار اینطوری وای میسته، عکسش رو دیدید، و خودشو میسوزونه، فریاد میکشه و این آتیش تمام تنش رو میگیره و میسوزه. بعد میگن بردنش بیمارستان تا برسه اونجا مثل این که فوت کرده بوده. این هستش که تمام مردم کره زمین در این اتفاقاتی که داره میفته در فلسطین منقلب هستند و احساس تأسف میکنند. 8.5 میلیارد جمعیت دنیا در مقابل 6 میلیون صهیونیستی که در فلسطین دارن زندگی میکنن، از جاهای دیگه اومدن، مثل این که نمیتونن هیچ غلطی بکنن. آمریکا هم که همیشه پشتیبانی این جنایتکارا بوده نمیتونه کاری بکنه و هی میگن امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. حالا گفت حالا پس فردا هم نمیشه و ما از آسمون برای شما آذوقه میفرستیم. برای 2 میلیون آواره ای که اونجا نه خانه دارن، نه محل دارن، نه آب دارن، نه بالاخره دیگه اینا رو میدونید، ما تکرارش رو نکنیم بهتره. این هست که اجازه بدید من یه چند لحظه باز دوباره برم و برگردم، انشالله که بقیه داستان رو با هم داشته باشیم. انشالله تشکر. خب سلام دوباره بر شما دوستان و آشنایان. ما سعی میکنیم که یک خبر خوشی باشه که بتونیم از اینجا اعلان بکنیم. البته خبر خوش خیلی هست، ولی خب خبر خوش مثل این که پول در نمیاره و تمام این رسانه هایی که در مثلا آمریکا 3 تا شبکه مهم یا 4 تا شبکه مهم 5 تا شبکه مهم هستن که این اخبار رو میگیرن و پخش میکنن و آگهی میدن و مرکز پول در آوردن. خب شما یک نفر مخبری که میفرستی فلانجا، خب این خرج داره، سالی یه مقدار باید پول بهش بدی که این بره. نه تنها خودش هست، یه نفرم
فیلم بعد بگیره، این از صداش رو ضبط کنه، یکی بعد چمدونش رو برداره فلان، اینا همه خرج داره. پولش رو کی میده؟ ماها که خریدار هستیم، ما که مصرف کننده هستیم. هر بطری از این کوکاکولایی که شما میخرین، مثلا میخرید 50 سنت، چندین سنتش مستقیم رفته به جیب این افرادی که آگهی درست میکنن و این هم میره به جیب همین رسانه ها فلان. خلاصه سیستمی که در حال حاضر داره اداره میکنه این کره خاکی رو که منشأش بیشترش از امریکا داره نشت میگیره، از اینجا داره میره، زیاد سیستم خوبی نیست. تعداد زیادی از مردم زیر دست و پا دارن له میشن، از بین دارن میرن. دیروز پریروز بوده مثل این که یه عده در فلسطین، سرزمین های فلسطین که همه آواره شدن تو سرزمین خودشون، رفتن یه جایی که قضا داشته پخش میشده یا چیزی میشده، بعد یه کامیونی اومده، همه اینا فکر کردن اونم قضا داره، همه رفتن به دو به طرف این کامیون جدید. قصبین های سرزمین فلسطین که اینها از لحاظ روانی اسکیزوفرنیک هستند و اینها یک حالتهای غیر معمولی دارن، پرانویا هستند. دیدن یه عده دارن میرن، گفتن این دارن میرن طرف ما، شروع کردن تیراندازی. 100 نفر دم صد خورده این نفر رو کشتن، 700 نفر دم چقدر مجروح کردن. بعد یه خبرنگار از این کسی که اینا خودشونو میگن IDF، یعنی چی؟ میگن قوای دفاعی قاصبین سرزمین های فلسطین. دفاع از چی؟ شما دفاع در مقابل کسی میکنی که اسلحه دستش هست، داره تیراندازی میکنه، میخواد بیاد تو رو بکشه، اون موقع شما اینو میکشی. بعد این خبرنگار داشت از این یارو سخنگوی این کودک کشان داشت میپرسید که چی شد و چی نشد. گفت آره اینا داشتن چیز میکردن، ما احساس خطر کردیم و تیراندازی کردیم. بعد این خبرنگار یه سوالی کرد، گفت آیا از اینها کسی اسلحه دستش بود که شما زدید؟ خب اینام خب تعلیم یافته هستن دیگه. این نگفت بله یا نخیر، گفت داریم مطالعه میکنیم. خب گوش کنید، یا الله رحمان، یا الله رحمان، از اون روزی که 7 اکتبر تا حالا شده چندین ماه شده، هر دفعه که کسی یه سوالی کرده که امکاناً جوابش واضح بوده که چه جنایتی داره میشه، اون سخنگو گفته که بله ما داریم بررسی میکنیم. حالا شما اگر 100 نفر دارید که داره بررسی میکنه، برای 10,000 تا مسئله یا 100,000 تا مسئله، این تا 10 سال طول میکشه تا بررسی کنن که جسد اونی که تیراندازی شده کشته شده پوسیده زیر خاک، بدونید چه خبر هست، بدونید چه خبر هست. گول این حرفا رو نخورید که از خودشون دارن دفاع میکنن. یه مملکتی به بزرگی امریکا رفته به یمن حمله کرده، میگه ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. شما آخه بزرگترین ارتش دنیا هستید، قوی ترین ارتش دنیا هستید، در تمام دنیا حضور دارید، حالا چرا؟ یه مسئله دیگه هست، آن چی کار میکنی اینجا تو خونه ای من؟ این هستش که آگاهی خوبه، آگاه باشید. یه لغت بصیرت هم میگرم، من بصیرت زیاد نفهمیدم یعنی چی، و اونهایی که ما رو میشناسن میدونن وقتی ما میگیم نفهمیدیم، واقعا بصیرت، حتما بصیرت یعنی فهم بالاتر از معمولی، یعنی دیدن و شنیدنش رو قاطی میکنن با هم دیگه، میشه بصیرت میشه. به هر حال این هستش که این اتفاقات داره میفته، این بکوب و بزن، ببخشید بزن و بکوب داره ایجاد میشه. الله اکبر، ببخشید من این حساب کتاب رو بکنم. 27 30
بعد این اینطور اتفاقاتی که میفته، بعد بعضی وقت هم دیگه بالاخره بشر ظرفیتش چقدر هست. یعنی بعضی از ماها، دارم اینو حقیقت رو دارم میگم، که چقدر من تحمل بکنم ببینم یه بچه کوچیک دستش داره میلرزه، اینقدی دو سالش سه سالش هم بیشتر نیست، اونجا هم که بردن لباساش پاره شده، نه دوای بیهوشی دارن نه دوای این کاری دارن فلان، تازه سربازم ریختن اونجا دنبال یکی دیگه دارن میگردن. و این جنایاتی که داره انجام میشه در مقابل دوربین ها، نگید که ندیدیم، همه دیدیم. و اونهایی که در سر کار هستن، اونهایی که این رأی های سازمان کمیته امنیت سازمان ملل رو که بهش میگن سکیوریتی کانسل، اینو هر دفعه اینها اومدن وتو کردن، اونا رو کی کرده؟ آمریکا کرده. چرا کرده؟ میگه شما اینطوری گفتین، اول بگید حماس چیز هست، تروریست هست، اینا قاتلن، اینا فلان هستن، بهمان هستن، و بگید بله قاسمین سرزمین فلسطین آقایون خیلی خوبی هستن که دارن از خودشون دفاع میکنن، بعد ما به اون رأی میدیم. فکر نکنین الله سبحانه و تعالی خوابشه، نه نه نه، همه ما تحت یک امتحان جهانی هستیم، یه آزمایش جهانی هستش که چطوری ما داریم برخورد میکنیم، چطوری داریم در جاهای مختلف صحبت میکنیم. تو همین شهری که ما نزدیکش داریم زندگی میکنیم به نام شهر واشنگتن دی سی، در مقابل سفارت این قاسمین های سرزمین فلسطین، مردم تجمع میکنن، مردم میرن اونجا صحبت میکنن، فلان میکنن، بهمان میکنن، منتها چون در امریکا که 360 میلیون جمعیت داره زندگی میکنه، اینا که اینجا نیستن ببینن چه خبره، این دوربین هایی که هر دفعه یکی رفته رم یکی رو تو خونش خفه کرده، شما روزای معمولی، هفته معمولی در هر کانال خبری بخواید به نگاه کنی، اقلا 5 دقیقه 10 دقیقه دارن راجع به اون صحبت میکنن، ولی راجع به این موضوع اصلا. چرا؟ تمام رسانه ها دست کی هست؟ دست یه گدی هستش که صلاحشون نیست که مردم امریکا بفهمن. چرا تمام این پول هایی که داره خرج میشه اونجا برای کشتن این کودکان یا غیر نظامیان، 30,000 نفر میگن کشتن تا حالا، 30,000 نفر کم آدم نیست. دولت امریکا، ملت امریکا وقتی که به ویتنام حمله کردن 10 سال اونجا جنگیدن، در این 10 سال جنگشون 55,000 نفر سرباز از دست دادن. اونا هم سرباز بودن، اسلحه داشتن، هلیکوپتر داشتن، هواپیما داشتن، انقدر هواپیما هلیکوپتر بود، انقدر بمباران کردن ویتنامو که یه چیزایی پاشیدن به نام ایجنت آرنج که سبزی سبز نشه، هیچی نشه، یعنی کاملا. آخه استغفر الله و توبه لازم چی بگه، زمانهای قدیم وقتی که یک کشوری یا یک قشونی می اومد به یک کشور دیگه، اونجا رو مثلا فتح می کردن، می گفتن خاکش رو با توبره می بردن، بعد بقیهش هم نمک می پاشیدن که چیزی در نیاد. خب همون وحشی های 1,000 سال پیش 2,000 سال پیش هستن که با شمشیر رو اینطوری می اومدن جلو، همون ها هستن که پشت دستگاه نشسته تپ 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 میزنه بریزین و این رو از یه راه دور بوم میاد تا فلان همه جا رو بسوزونن. چقدر شرکت های شیمیایی امریکا پولدار شدن با درست کردن این بوم ها؟ پولاشو کی داد؟ مردم امریکا با مالیاتشون. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که بعضی از کارهایی که تو داخل باید انجام بشه نتونست انجام بشه.
یک قرون صندار هم نیستش که بعضی وقتا میگن آره ما وقت لبنان چی کار داریم که اینقدر پول میفرستیم اونجا در خونه خودمون خرجش بکنیم. نه این نه جانم فدای ایران، جان همه ما فدای ایران. بله بعد نگاه میکنی چقدر مگه خرج شده اونجا که اینطور حرف داری میزنی، آروم شب از خونت در میای میری سر کوچه یا بقالی یه چیزی میخری میایی یا بچت میره مدرسه و برمیگرده بدون اینکه واهمه داشته باشه که کی میخواد بدزدتش کی میخواد بکشتش. به هر حال یادتون باشه همونطور که عرض کردیم خدمتتون، الله سبحانه و تعالی واقف هستن به تمام این اتفاقاتی که داره میفته و تمام این چافی که داره میشه به یک مردم بیپناه، به یک مردمی که از خودش دفاع نمیتونه بکنه. بعد از 48 ببخشید بعد از 75 سال یک عکس العمل نشون داد. اونا گفتن تو همچین کاری میکنی؟ یه ارتشی که در مقابل 10 تا ارتش اون غرب آسیا میتونه وایسه، حمله کرده به 2 میلیون نفر که میگه 100,000 تا یادم 100,000 تا هم چه عرض کنم 20,000 تا اینا جنگجو دارن. خوب یادتون باشه تمام اینها تموم میشه. جنگ ویتنام تموم شد. خب قبل از اون جنگ کره بود، اونم تموم شد. قبل از اون جنگ دوم جهانی بود، اونم تموم شد. قبل از اونم جنگ اول جهانی بود، اونم تموم شد. قبل از اونم جنگ های 100 ساله اروپا بود، تموم شد. تمام اون جنگ های انقلابی روسیه تموم شد. چی شد؟ بشر هنوزم که هنوزه نتونسته این احساس داخلی خودشو که بعضی وقتا نیست که همیشه ابلیس داره بهش میگه که آه این کار فرق نمیکنه بکن انجام بده برای خودت، بعضی ممالک هم بعضی ملت ها هم میفتن توی یک مسیری که انتهاش زیاد مناسب نیست. در این میون هستش که یک عده اومدن در یه جایی به نام ایران انقلابی کردن در سال 1979 و یک تغییری در گردش کارهای دنیا ایجاد کردن و اون تغییر در 45 سال به جایی رسیده که بعضی از این قدرت‌های استکباری حتی حاضر نیستن یه ذره این ورانور بشه، میخوان همه رو خورد بکنن، دارن میخورن به یه جایی که یه عده وایستادن میگن ما تو این صحنه حاضر هستیم تا آخره دونمونم خواهیم وایستاد و هیچ کاری نمیتونید بکنید و لغتش هم بود که هیچ غلطی نمیتونید بکنید. اجازه بفرمایید باز دوباره ما بریم و برگردیم انشاءالله. بسم الله.
سلام دوباره بر شما دوستان و آشنایان. امیدواریم در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور هم رسانده باشیم و بتونیم دقایقی با هم باشیم. انشالله خیر باشه. همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردیم، انتخابات دیروز که روز جمعه بود 11 اسفند شروع شد و تا وقتی در شب این ادامه داشت و ما یک گزارش هایی داریم، صداشو پخش میکنیم، چون بعضی وقتا یک قوانینی هست اینجا به نام کاپی رایت میگن. شما اگر عکس یه جاری نشون بدی یا کامل این به اصطلاح گزارش رو بخوای نشون بدی، ممکنه کسی اعتراض کنه و حتما باید اجازه داشته باشی. و ما برای این که بتونیم استفاده بکنیم از این اطلاعات و قانون هم نشکنیم، این قسمتش رو دیگاه میکنیم. به تازگی هم یاد گرفته بودیم که اگر یه چیزی باشه جلوش پرده سفیدی میذارن و صداش میرسه و اون از پشت پرده پخش میشه که زیاد مفهوم نداره، مثلا اون پشت خبره یه هم چیزایی، ولی ما فقط صداشو میخواییم پخش بکنیم که با هم گوش بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم. و همینطور که داره پخش میشه، ببخشید یک لحظه، همینطور که داره پخش میشه قطع میکنیم و چیزی به خاطر اون باشه یا بتونیم صحبت بکنیم راجع به اون، با هاتون صحبت میکنیم. یک لحظه هم اینجا ببینم این چی هست. یا الله، اخبار نیروز شنبه این چطوری، من نگرش دارم. یا الله، یک لحظه به من فرصت بدین. آها، این هست، این نیست، این چی دیگه، ای بابا، اسکیپ. خب اجازه بفرمایید. بله، این ها شد. هم به بخش خبری نیمروز خوش آمدید. اعلام نتایج نهایی شمارش آرا در بیش از 100 حوزه از 208 حوزه انتخابیه و مشخص شدن تدریجی ترکیب مجلس 12. جدیدترین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در همین بخش خبری. استقبال رئیس جمهور الجزایر از آقای رئیسی در آستانه 7 نشست سران کشورهای صادرکننده گاز، تقویت روابط با کشورها و دیدارهای دو جانبه از برنامه‌های دیگر رئیس جمهور. تلاش برای اتصال برق روستاها و باز کردن راه‌های روستایی با بسیج دستگاه‌های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان. شهادت 3 در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودروی در جنوب لبنان. در بمباران امروز رژیم صهیونیستی دست کم 20 فلسطینی در غزه شهید شدند. و در برنامه بالاتر بررسی می‌کنیم یارانه مربوط به ارز سفرهای خارجی به جیب چه کسانی می‌رود؟ آیا این افزایش میزان ارز مسافرتی منجر به افزایش سفرهای خارجی و خروج ارز از کشور خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. ما رو با بخش خبری ساعت 14 همراهی بفرمایید. از دقایق نخست بامداد امروز بخش 4 ببخشید درسته، این اخبار ساعت 2 بعد از ظهر امروز در تهران انجام شده که ما داریم دریافتش میکنیم. حالا چون ما 8 ساعت از اینا چیزتر هستیم، اونا 8 ساعت از ما جلوتر هستن و حالا که مثلا ساعت 10 ما هست اونجا ساعت 4 ببخشید 2 6 بعد از ظهره و
و این اخبار تقریبا 4 ساعت بیشتر کهنه نیستش، گوش میکنیم با هم. بسم الله. شعار آغاز شد که تاکنون نتایج بیش از 100 حوزه انتخابی مشخص شده. در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تاکنون آرای 1960 شعبه از مجموع 5000 شعبه اخذ رأی شمارش شده که نتایج آن از این قرار است: سید محمود نبویان، حمید رسایی، امیر حسین ثابتی، محمد باقر قالیباف، روح الله عزتخواه، رضا تقی‌پور، مرتضی آقا تهرانی، منوچهر متکی، مهدی کوچکزاده، محمد اسماعیل کوسری، سید علی یزدیخواه، کامران قزنفری، علی خضریان، مالک شریعتی نیاسر، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زینب قیصری، ابوالفضل زهروند، ریحانه اخلاقی، حسین نجابت، عبدالحسین روح الامینی، صالح اسکندری، زهره سادات لاجوردی، سید مرتضی محمودی، علیرضا سلیمی و زهره طیب‌زاده نوری. این نتایج بر اساس شمارش آرای 1960 شعبه از 5000 شعبه اخذ رأی به دست آمده و شمارش آرا در این حوزه انتخابی همچنان ادامه دارد. خب این خیلی برای ما جالبه که رأی‌گیری دیشب به وقت تهران ساعت 8 شب یا 6 بعد از ظهر یکی از این دوتا مثل این که تموم شده و امروز اینا تونستن تا ساعت 2 محلی اونجا اینقدر رأی رو بشمورن و از این اسامی که گفتن اسامی بعضی از این افرادی که ما شنیدیم به گوشمون آشنا هستش که به نظر میاد افراد نسبتاً صالحی باشن و منوچهر متکی تا اونجایی که من به خاطر دارم یک زمانی وزیر امور خارجه بودن در زمان آقای احمدی نژاد و در حال حاضر وکیل حسنی و فلان اینجا رأی به اینا دادن. به هر حال خیر باشه، با ادامه میدیم به بقیه داستان. خب پیش از این هم ستاد انتخابات وزارت کشور در چند مرحله نتایج شمارش آرا رو در برخی حوزه‌های انتخابی اعلام کرده بود که برای اطلاع از اون گفتگو می‌کنم با خبرنگار و مستقر در وزارت کشور. آقای پیشبهار سلام بر شما، بفرمایید. بله خیلی متشکرم جناب آقای تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور بینندگان عزیز. همون گونه که شما فرمودید، از صبح امروز وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور در واقع شمارش آرا در تعدادی از حوزه‌های انتخابی شهرستان‌ها و استان‌ها را اعلام کرد که من بخشی از اونا رو تقدیم می‌کنم حضور بینندگان عزیز. در حوزه انتخابی سلماس آقای یعقوب رضازاده منتخب شدند. حوزه انتخابی لنجان آقایان حسن حسین رجایی ریزی و علی کیانی به مرحله دوم راه یافتند. حوزه انتخابی دشتستان آقای ابراهیم رضایی، حوزه انتخابی تربت جام تایباد آقای عثمان سالاری، حوزه انتخابی برای ما جالبه این چیزی که داریم میشنویم. تو هر انتخاباتی یک قانون هایی هست. این قانون این هستش که اگر 100 نفر قرار رأی بدن، اگر یکی از کاندیداها 51 رأی آورد و بقیه از 51 رأی کمتر آوردن، این که 51 رأی آورده برنده است و این میشه انتخابات مرحله اول برنده داره. اگر 3 نفرن که دارن سعی میکنن به این مقام رو بگیرن و انتخاب بشن، از 51% نداشته باشن، حتی اگر 49% آرا هم داشته باشن، این باید اون که 49% داره با اون
اونی که نزدیکترین به او هست، اینا باز دوباره با هم باید مبارزه انتخاباتی بدن و حد اونی که حد اکثر آورد، یعنی 51% آورد، اون میتونه برنده بشه، یا 50 به اضافه حتی 2-3 تا، همونطور که این رئیس جمهور قبلی با 50 به اضافه دم چند تا رئیس جمهور شده بودن. این هستش که اجازه بدیم بقیه رو گوش کنیم. در سمنان و سرخه آقای عباس گلرو، حوزه انتخابیه گورین. در بلوچستان آقای علی کرد، حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگا آقای غلامرضا شریعتی اندراتی، حوزه انتخابیه محلات و دلیجان آقای محمد جلالی، حوزه انتخابیه قروه و دهگلان آقای محمد رسولی شیخی زاده، حوزه انتخابیه سنقر سید جواد حسینی کیا، حوزه انتخابیه علی‌آباد کتول رحمت الله نوروزی، بندر انزلی آقای احمد دنیامالی، توالش رضوانشهر و ماسال آقای یاسر اسلام دوست کاربندی، رودسر و املش آقای محمدعلی جانی، حوزه انتخابیه آمل آقای رضا حاجی پور، و در حوزه انتخابیه کبودراهنگ آقای فتح‌الله توسلی، حوزه انتخابیه رودبار آقای مهرداد گودرزوند چگینی، و در حوزه انتخابی لنگرود آقای مهرداد لاهوتی منتخب شدند. همچنین سید جمال موسوی در حوزه انتخابی ماهنشان منتخب شد. امید کریمیان در حوزه انتخابی مریوان و سرواباد و همچنین منتخب شدند، و همچنین آقایان سید رضا سلمانی و محمد ببخشید آقای سید یحیی سلمانی و محمد رستمی در حوزه انتخابی نیشابور منتخب شدند. محمد انوار بجازدهی در حوزه انتخابی چابهار و کنارک و نیکشهر منتخب شدند. هادی محمد سرکار خانم الهام آزاد اسماعیل راه پیدا کردند. من در خدمت شما هستم آقای تهرانی. تشکر ویژه از همکارم آقای پیشبهار که از محل ستاد انتخابات کشور همراه ما بود. چند لحظه به من فرصت بدین که بریم و باز برگردیم و ادامه بدیم انشالله. سلام دوباره بر شما دوستان و آشنایان. تشکر از حضور شما.
و ما سعی میکنیم اینجا اخبار دیروز که رأیگیری و امروز که رأی رو دارن میشمرن که خدمتتون ارائه دادیم و دیروز که رأیگیری بود اون هم براتون داشته باشیم که ببینیم اینجا چه خبر بوده و چه چیزایی گفته شده. الحمدلله و بقیه اخبار رو داشته باشیم. ببخشید یا الله کجا رفتیم؟ ببخشید. شده اند و رأی‌گیری هم‌اکنون نیز ادامه دارد. ستاد انتخابات کشور از همه واجدان شرایط رأی‌دهی خواست مراجعه به شعب رأی‌گیری را به ساعات پایانی موکول نکنند. رأی‌گیری تا ساعت 18 ادامه خواهد یافت. همه هموطنان متولد 11 اسفند 1384 و پیش از آن امروز می‌توانند رأی دهند. ستاد انتخابات همچنین اعلام کرده برای رأی‌گیری عکسدار بودن شناسنامه الزامی نیست، اما ارائه یکی از مدارک هویتی پنجگانه یعنی شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه ضروری است. خیلی جالبه این چیزی که این بانوی عزیز دارن اعلان میکنن که رأی‌گیری رو خیلی آسون کردن. میگن هر کسی که پای صندوق رأی داره میاد یک ورقه شناسایی باید داشته باشه، یه گذرنامه‌اش باشه، شناسنامه‌اش باشه، کارت ملیش باشه، تصدیق رانندگیش باشه، پایان خدمت باشه، یه چیزی که یه عکس داره و یه اسم و رسم داره. خب برام که رفتم وایسادم اونجا سرم رو گنده مقابل این صفحه که باید رأی بدم که ببری چیز بدن که رأی بدم، خب با این یه نگاه میکنن میگه میده، بعد شما میری اونجا رأی میدی، انگشت هم فشار میدی و میای از اونجا بیرون. البته خب اونایی که وارد هستی به رأی‌گیری در امریکا، اینا سعی میکنن یک مقدار برای پیشبرد هدفهای خودشون رد بندی کنن. مثلا منباب مثال میگیم یه اتاقی هستش که اینا همش مثال ها ببخشید معذرت بخوام، توی اتاق هست مثلا 10 نفر توش نشستن، بعد اینا هم ثبت کردن که اینها از این 10 نفر 50 نفرشون دموکراتن، 50 نفرشون جمهوری خواه هستن. بعد یه اتاق هم بغل دست این هست، اونجا دموکرات 10 تا بیشتر نیستن ولی جمهوری خواه زیادتر هستن. خب بعد این یک جای رأی‌گیریه، اونم یه جای رأی‌گیری دیگه است. بعد این سیستم اینجا میاد این دیوار اینجا رو خراب میکنه، این 50 تای اینجا رو هولش میده به اون طرف و 10 تای اون رو میاره این طرف، بعد حالا این میشه یه قسمت، اون میشه یه قسمت. بعد اینجا شما رأی بخواید بدید، چون اکثریت جمعیت اینجا رو دارید، کاندیدای شما برنده میشه و اون یکی ها که تعدادشون حالا کم شد و اون ورم اکثریت ندارن، اون یکی ها اکثریت دارن، اونجا هم کاندیدای اون اکثریت برنده میشه که به اینجا میگن ردبندی خطوط ریدستریکت بهش میگن، خطوط جوهای مختلف رو از نو میکشن، چون میبینن اینجا بیشتر از اینا هستن، اینا رو میذارن تو همدیگه که وقتی اینا رأی دادن برای اون یکی که اینجا زندگی میکنن برتری داشته باشن. و اینجا نه، اینجا میگه هر کس از بیاد یه چیز نشون بده و رأی بده. البته خب من نمیدونم که این افرادی که دارن رأی میدن حتما باید یه جایی باید باشن که رأی بدن یا نه، اونو من نمیدونم راجع به سیستم رأی‌گیری جمهوری اسلامی ایران، ولی خب حتما اونجا یه همچیزایی هستش که شما محلیت خودتونم حتما تو این کارت شناسایی نشون میده که مثلا شما تو خیابان 40 زندگی میکنی یا 25 یا هرچی هست.
اجازه بدین بقیه گزارش رو گوش کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در همان لحظات اولیه آغاز رأی‌گیری 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور در حسینیه امام خمینی و در حضور بیش از 100 خبرنگار و تصویربردار از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رأی خود را به صندوق سیار 110 انداختند. آرامی حضرت آیت الله خامنه ای منتظر به خدایی رهبر از مجتمع انقلاب اسلامی ایران به صندوق اخذ رأی و جلسه خبرگان رهبر انقلاب اسلامی بعد از انداختن رأی خود به صندوق دو توصیه به ملت ایران کردند. اول، در کارهای نیک پیشی بگیرید و در اولین ساعات رأی خود را به صندوق ها بیاندازید و دوم، در همه حوزه ها به همان تعدادی که لازم است رأی بدهید و نه کمتر. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین خطاب به ملت ایران افزودند: ملت عزیزمون بدونن امروز چشم بسیاری از مردم دنیا، چه آحاد مردم و چه افراد سیاسی و صاحبان جایگاه های معتبر ملی و سیاسی، امروز چشمشون به ایرانه، چشمشون به شماست، میخوان ببینن که شما چه میکنید در این انتخابات و نتیجه انتخابات شما چه میشه. هم دوستان ما و افرادی که علاقمند به ملت ایرانن، هم بدخواهان، اونا هم اینجا، از همه طرف چشمها مترصد مسائل کشور ماست و مترصد مسائل ملت عزیز ماست. به این توجه کنید، دوستان رو خوشحال کنید و بدخواهان رو ناامید کنید. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره کسانی که هنوز برای حضور در انتخابات مردد هستند، به شعری از حافظ، شاعر بزرگ ایرانی، اشاره کردند. و اما پاسخ به سؤال ایشون که آخرین حرف من خطاب به مرددین چیه، آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. ایشان از خداوند متعال مسئلت کردند که روز انتخابات روز مبارکی برای ملت ایران باشد و انتخابات به نتایج مطلوب برسد و به نفع ملت ایران تمام شود. حدود 30 سال است که حسینیه امام خمینی در روزهای انتخابات میزبان شعبه سیار رأی‌گیری و صندوق 110 است. سوژه ویژه برای خبرنگاران از سراسر جهان. ده ها رسانه خارجی درخواست دریافت تصاویر رو داشتن برای اینکه به صورت مستقیم این برنامه رو پخش بکنن. همونطور که در میکروفون هایی که اینجا از رسانه های خارجی داریم میبینیم، رسانه های از کشورهای فرانسه رو من دارم میبینم، روسیه، آلمان، آمریکا، چین، ترکیه. خبرنگارانی از رادیو، تلویزیون، روزنامه و شبکه‌های اجتماعی. در این یادداشت خودم درباره این محل جزئیاتی رو نوشتم.
من قرار گزارش زنده ارسال کنم. خیلی مفتخرم که برای اولین بار به عنوان خبرنگار تونستم اینجا حاضر بشم. از خبرنگار CNN آمریکا درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های انتخابات در ایران با سایر کشورهای جهان پرسیدم. گزارش کردن از اینجا برای ما خیلی جالب بود. رسانه‌های زیادی اینجا هستن. من در کشورهای مختلفی انتخابات رو پوشش خبری دادم. تفاوت‌هایی وجود داره اما تقریباً مشابه همه جهان است. برخی برای اولین بار است آمدند برای بی‌واسطه گزارش کردن از سیاست در ایران. میخوام در گزارشم بگم سیاست در ایران چگونه است. این خبرنگار که برای یک رسانه اسپانیایی به زبان عربی گزارش تهیه میکند میگوید ما امروز انتخابات مجلس در ایران را پوشش میدهیم و برای ما رسانه‌ها این روز بسیار مهمی است، چون میخواهیم بدانیم مردم ایران چگونه در انتخابات شرکت میکنند. این انتخابات تأثیرات منطقه‌ای هم دارد. همچنین ما می‌خواهیم از احساسات ایرانی‌ها در روز رأی‌گیری گزارش تهیه کنیم. من گزارش زنده ارسال خواهم کرد. این برای اولین بار هستش که من ایران هستم. ساعت 8 تمام و حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی در اولین ثانیه‌های آغاز فرایند رأی‌گیری. لحظه تاریخی سپردن آراء حضرت آیت الله خامنه ای مقدس به العالی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران به صندوق اخذ رأی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی. با صلوات بر محمد و آل محمد. قائد هذه الثوره ياتي كاول شخص ليدلي ایشان زودتر از همه برای رأی دادن حاضر و این در واقع نشانه است که رهبری در مسائل مختلف ایران در صف اول هستند، به خصوص در روز تمرین دموکراسی. خب چند لحظه اجازه بدید ما بریم و برگردیم، باز خدمت شما باشیم ان شاء الله. سلام دوباره بر شما دوستان و آشنایان. ما ادامه میدیم اخبار اینا دیگه چی اومد؟ یا الله، اخبار نیمروز شنبه رو که دارن آرا دارن میخونن ادامه میدیم که ببینیم اطلاعات دیگه چی هست که به ما میتونیم در اختیار شما بگذاریم. اون چیزی که برنامه قبلی که نشونتون دادیم مال جمعه بود، روز رأی‌گیری بود که تا ساعت 6 بعد از ظهر همینطور که ایشون اطلاع دادن رأی‌گیری ادامه داشته. حالا من نمیدونم بعد از اونم افرادی بودن که میخواستن رأی بدن نتونستن چون
بسته بودن چیزها رو، بعدن بعدن این مشخصاتش در خواهد اومد، مخصوصا دوشنبه یا در اخبار امروز امریکا ممکنه چیزی منعکس بشه. اجازه بفرمایید که ما بقیه این چیزها رو ببینیم. همین الان اجازه بفرمایید. یا الله کجا هستم؟ ایناش. بسم الله. خب ارتباطمون برقرار هست با ستاد انتخابات کشور تا آخرین نتایج انتخابات رو از آقای اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات جویا بشیم. آقای اسلامی سلام بر شما، در خدمتتون هستیم. آقای اسلامی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. تازه‌ترین نتایج شماره. Hi, we're Mike and Gail. We live. شماره آرا بفرمایید. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم بینندگان عزیز. خب آخرین نتایجی که واصل شده به ستاد انتخابات کشور از ناحیه ستادهای انتخابات استانی برای شما قرائت میکنم. در حوزه انتخابی میاندواب، چهاربرج و باروغ جناب آقای علی احمدی موفق شدن با تعداد رأی 33,446 رأی از مجموع آرای صحیح 96,729 رأی منتخب این حوزه انتخابیه یعنی میان دواب باشند. در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره جناب آقای عادل نجفزاده با تعداد رأی 49,134 رأی از مجموع آرای صحیح 155,881 رأی موفق شدند به عنوان منتخب حوزه انتخابیه خوی معرفی شوند. در حوزه انتخابیه بستان آباد جناب آقای غلامرضا نوری قزلجه با تعداد رأی 17,018 رأی از مجموع آرای صحیح 44,875 رأی موفق شدند به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه یعنی بستان آباد معرفی شوند. در حوزه انتخابیه توی سرکان جناب آقای محمد مهدی مفتح با تعداد رأی 10,392 رأی از مجموع آرای صحیح 35,648 رأی موفق شدند به عنوان منتخب حوزه انتخابیه توی سرکان معرفی شوند. در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر جناب آقای جمشید قائم مقام با تعداد رأی 18,659 رأی از مجموع آرای صحیح 73,491 رأی به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه معرفی شوند. در حوزه انتخابیه رزن و درگزین جناب آقای سید ابوالحسن مصطفوی غمام به عنوان منتخب با تعداد رأی 16,028 رأی از مجموع آرای صحیح فر تشدید کرده بودند. برخی ها هم که موضع خونسایی داشتند اگرچه حضور مردم در انتخابات را به تصویر کشیدند اما روی کرده بی تفاوتی را در پیش گرفتند. اما برخی از رسانه ها هم که از ماها قبل روی تحریم انتخابات حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. انتخابات روز جمعه مجلس در ایران نخستین انتخابات بعد از قیامی است که به رهبری زنان و دختران در ایران شکل گرفت. قیامی که هدفش پایان دادن به جمهوری اسلامی بود. بعد از دیدن حضور مردم پای صندوق‌های رأی، تلاش کردند میزان مشارکت را پایین توصیف کنند. دقیقا همینطور است. به نظر می‌رسد انتخابات امسال از نظر مشارکت کمترین میزان مشارکت را دارد. اما در تحلیل‌هایشان نه به کشورهایی اشاره کردند که اصلاً انتخاباتی ندارند و نه به این که تقریباً در اغلب کشورهای دنیا میزان مشارکت در انتخابات پارلمان حدود همین 40-50% است. مثلاً در آمریکا و سوئیس که چندین دهه است که میزان مشارکتشان زیر 50% است. رسانه‌های غربی همچنین در تحلیل‌هایشان به برگزاری انتخابات اجباری در کشورهایی چون فرانسه، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش، سوئیس، یونان، ترکیه، قبرس، شیلی، آرژانتین، لوکزامبورگ که میزان مشارکت در انتخاباتشان را مدیون وضع جریمه‌ها
و محرومیت‌های سنگین هستند هم اشاره‌ای نکردند. مجتبی شاه سونی، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور در پیامی از حضور آگاهانه مردم در انتخابات 11 اسفند قدردانی کرد و آن را نه بزرگ به جبهه استکبار و خونسا کننده سناریوی ایران ستیزانه دشمنان توصیف کرد. آقای رئیسی در این پیام تاکید کرده بدخواهان ملت ایران همه توانشان را به کار گرفتند تا این انتخابات بی‌رونق شود، اما حضور مردم ضربه شست تاریخی به دشمنان بعد از فتنه سال گذشته بود. رئیس جمهور همچنین با قدردانی از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، تلاش دستندرکاران و تأمین کنندگان امنیت و سلامت انتخابات ابراز امیدواری کرده. همه منتخبان ملت با برداشتن گام‌های مؤثر برای حل مسائل و مشکلات کشور قدردان حضور و لطف مردم ایران اسلامی باشند. روزنامه‌های صبح امروز حضور مردم در انتخابات را پوشش دادند. این موضوع تیتر اصلی صفحه نخست روزنامه‌ها بود. خیلی جالب هست اینجا که ما یک مقایسه‌ای بکنیم از انتخابات میان دوره‌ای امریکا. البته خب اطلاع دارید که هر دو سال در امریکا انتخابات میشه و هر چهار سال انتخابات رئیس جمهور میشه. در انتخابات میان دوره‌ای معمولا بعضی از سناتورها و بعضی از وکلای مجلس شورا در امریکا اینها انتخاب میشن، ولی در انتخابات سراسری که رئیس جمهور انتخاب میشه درصد مشارکت ممکنه در حدود مثلا 49 تا 50 درصد باشه که از جمعیت امریکا که میتونن رأی بدن برای رئیس جمهور، و در میون دوره‌ها 30% 25% بیشتر نمیرسه، چون در این انتخابات میان دوره‌ای چون محلی هست و چیزای دیگه هست اونجا زیاد مردم چیز نمیکنن، رأی نمیدن، مگر اینکه یه خبری باشه که بخوان یک تحولی ایجاد بکنن که یک حزبی رو که دارای کرسی‌های اکثریت سنا هست و اکثریت شورا هست و ریاست جمهوری داره، یعنی هر سه بازوی قدرت امریکا رو در دست داره، این رو میتونن مردم سعی بکنن که جا به جا بکنن. اون هستش که بیشتر میان در میان دوره‌ای ها و اون چهار سال که هر چهار سال یک بار رئیس جمهور انتخاب میشه اون حسابش با این یکی فرق میکنه، و این شخص هم داره اشاره میکنه که یک همچین بوده و بعضی از رسانه های محلی هم به این اشاره کردن که ایران سربلند و فلان از این حرف ها. گوش کنید.
سلام دوباره بر شما دوستان و آشنایان. تشکر میکنیم از حضور شما در ضیافت و گفتگو و امیدواریم در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسانده باشیم و بتونیم این دقایقی که از برنامه مونده اطلاعاتی داریم، صحبتی هست و در اختیار شما بگذاریم و سعی بکنیم که این اطلاعات مورد مصرف یا استفاده شما باشه. ماه رمضان امسال روز 10 مارچ شروع میشه و امروز 2 مارچ، یعنی 8 روز دیگه، هفته دیگه این موقع ما انشالله موقعیت و افتخار روزه گرفتن رو خواهیم داشت و تبریک میگیم به تمام مسلمانان دنیا و اونهایی که میتونن روزه بگیرن، میتونن این عبادت الهی رو که سالی یک بار بیشتر نیست رو انجام بدن و بتونن این عبادتی رو که گفته شده انجام بدن. البته خب بعضی از مسلمان ها، بعضی از افراد یه مقدار بیشتر روزه میگیرن، مثلا نه تنها 29 روز یا 30 روز یا 28 روز ماه رمضان رو روزه میگیرن. البته میبینید سیکل اون گردش ماه در مقابل خورشید 30 روز بیشتر نیست، یا 28 روزه یا 29 روزه یا 30 روزه. امسال هم مثل که سال کبیسه بود، یعنی یک روز ما اضافه داشتیم. حالا این اضافه هم به چیز روزی وصف خواهد شده، نمیدونم اینها. از حالا گفتم چون ما هیچ وقت 29 فوریه نداشتیم و امسال 29 فوریه داشتیم، یعنی یه زار اضافه شده بود به تقویم و اونهایی هم که اطلاع دارن یه مقدار ناراحت بودن که چرا مثلا اگر شما یه فرزندی دارید که روز 29 فوریه 2024 به دنیا میاد، این باید 40 سال وایسه تا روز تولدش رو براش جشن بگیرن، چون دیگه رفت و 40 سال دیگه یه همچین روزی باشه. به هر حال خیر باشه انشالله، رحمان بالاخره میگذره، چه به ما چه بدون ما این داستان میگذره. و این اطلاعاتی که همون که عرض کردیم خدمت شما ارائه دادیم، این ببخشید، این اطلاعاتی هم که هست ما پیدا میکنیم و میاریم خدمت شما میدیم و ببینیم مثلا ازش چه استفاده میشه کرد. به هر حال این اطلاعاتی هستش که معمولا ما جمع‌آوری میکنیم در طول هفته و میاریم اینجا و سعی میکنیم ازش پخش بکنیم و با شما در میون بگذاریم. ببخشید بذار
یا الله. یک لحظه. Landscape of the Middle East, where tensions simmer and conflicts often erupt, the relationship between Iran and Israel has long been characterized by animosity and mistrust. In recent years, this enmity has played out through proxy wars, covert operations, and a relentless arms race. However, the latest development in this enduring saga has sent shockwaves across the region and beyond. خب جالب اینجا هستش که این کسی که این گزارش رو داره ارائه میده خیلی جالب داره میگه که در این منطقه غرب آسیا که جمهوری اسلامی ایران هست و یه دم اومدن سرزمین های فلسطین رو غصب کردن و توش دارن هارت و پورت میکنن یک جنگ تسلیحاتی هست، یک مسابقه تسلیحاتی هست. خب آخه این بی‌انصاف نمیگه که جمهوری اسلامی ایران 45 سال بیشتر نیست که وارد صحنه شده و این قاسمین سرزمین فلسطین 75 ساله که تمام زایونیست های دنیا دارن کمک میکنن به اینا، حتی اینقدر به اینا کمک کردن که اینها تونستن دسترسی به تولید بمب‌های اتمی بکنن و چاشنی‌هاش هم دزدیدن از آمریکا. یه چیزی هستش که یه جرقی باید بزنه، اینا هم کار کنه که بتونه این چیزی که درست کردن مورد استفاده قرار بگیره و بتونه صدمه بزنه به مردم دنیا. این هستش که این اینطوری داره گزارشو میگه، همین الانه که به چیز ما درست در نیومد که چه حرفی داری میزنی. ببخشید. Seen weapons sending a clear message of defiance and technological prowess to its adversaries, particularly Israel. The unveiling of these mysterious weapons marks a significant escalation in Iran's military capabilities and strategic. باز دوباره میگم طوری که صحبت میکنن اونهایی که در صحنه هستن باید به این هوشیاری داشته باشن که میگه این اسکولیتینگ یعنی داره تحرک ایجاد میکنه، داره تنش ایجاد میکنه که این کارهایی که دارن اینا میکنن چی داری میگی؟ دور تاریخ جمهوری اسلامی ایران رو نگاه کنی، تمام این پایگاه های ناخواسته مردم هستش که مال امریکاست و پر از تجهیزات و اطلاعات و چی میدن دستگاه های جاسوسی و از این حرف ها هست و این حتی چیز میکنه که مثل که مثلا تقصیر جمهوری اسلامی ایرانه که مثلا تونسته یه تفنگ درست کنه که از خودش دفاع کنه یا بده به دوستش که از خودش دفاع بکنه. ما در تمام صحنه های مختلف شاهد این هستیم که حتی یه جایی که مجبور هستن یه حرفی بزنن طوری میزنن که با کنایه باشه، یعنی حتی حاضر نیستن که بگن بله جمهوری اسلامی ایران حالا در تمام سطح دنیا مقام پنجم از یه چیزی رو داره، مقام دوم از یه چیز دیگه داره، مقام طب و چیز پیوند زدن اعضای بدن طبقه سومو داره در تمام دنیا. اینا رو هیچ کدومش چیز نمی کنن، یه حرفایی می زنن که اونجا نه کسی پول داره غذا بخوره، نه دون داره، نه جا داره، مسکن داره، همه از گرسنگی دارن می میرن. اینا همه این حرفا رو دارن می زنن برای چی؟ برای اینکه دست خودشون اینقدر خالی هست، اینا اینقدر خالی هست دستشون نمی دونن دیگه چی بگن یا چی نگن. و 24. بله. و این هستش که ادامه میدن این تبلیغات سو رو که مردم دنیا فکر کنن واقعا ایران یه جای عقب افتاده و همه با شتر میرن میان یا با چی میگن قاطر میرن از یه طرف به یه طرف دیگه. یک طرحی دادن که افکار عمومی جهان رو اینطوری نشون بدن که برای مردم ما یه مردم عقب افتاده و بی
فرهنگ و فلان این حرفا هست. واقعا اینکه ما تمدن فرهنگ ما هزاران ساله، مثل اینجا نیست که 100 سال باشه 200 سال باشه. به هر حال اجازه بدید بقیه صحبت های شخص رو گوش کنیم. Posture, raising concerns and triggering speculation about the implications for regional stability and global security. وارد اینطوری شد. میگه حرکاتی که جمهوری اسلامی ایران داره میکنه ممکنه منجر به تشنج این منطقه بشه و حتی امنیت جهانی. سب کن ببینم از که تا حالا این مملکت شده چیز جهانی. از کجا شما این حرفا رو دارین میارین؟ هیچ کس هم نیست که در مقابل اینها وایسه. کسی بره ببینه این کیه که این حرفو داره میزنه، بکشتش دادگاه دیگه، بیا دادگاه بین المللی و اینو خسارت ازش بخواد. شما یادتون میاد یادتون نمیاد؟ یادم نیاد خیلی هم بهتر. یه آقایی بود به نام شرون، آریا شرون، یه جنگی شد در لبنان و در دو جای مختلف، سترا و شتیلا، صبرا و شتیلا، که فلسطینی ها که اونجا پناه گرفته بودن، آوارگانی که از فلسطین در تمام دنیا پخشن دیگه، اونجا در اون منطقه پخشن، در لبنان هم بودن. این فلانج هایی که اون زمان در لبنان یه مقدار قدرتی داشتن یا چیزی بود، تحرکاتی شده بود، اینا میخواستن که برن این حمله بکنن به این دوتا چیزها، دو تا پایگاه ها. قبلا نمیتونستن این کار رو بکنن چون خب بالاخره یه ذره اطلاعاتی بودش که نشه و فلان حرفا. وقتی که قاسمین سرزمین های فلسطین حمله کردن به لبنان که چیزش هم این همین آقای آریا شرون بودش، این فرماندهشون، این وقتی رفت اونجا اونا تماس گرفتن که آقا حالا این ور نگاه کن، ما بریم خدمت اینا برسیم. ریختن در این دوتا کم صد ها نفر، هزاران نفر، چند هزار نفر اونجا کشتن و این گندش در اومد و سرصدا شد، قیامت از این ور از اون ور، آی داد بیداد که این طور شده اون طور شده و این کار صحیح نبوده، این طور بوده فلان. خلاصه تهمت زدن به این آریا شرون. آریا شرون به اون شخصی که تهمت زده بود، اون شرکتی یا اون خبرنگاری و خبرگزاری که این اطلاعات داده بود، اون رو شکایت کرد ازش. کجا؟ در شهر نیویورک. و اومد خودش، اومد اینجا و شکایت کرد، گفت اینا حرفشون بی خود بوده، از خودش هم دفاع کرد، برنده هم شد. و برای این که نشون بده کیست اینجا همه کار هست، گفتش که این پولی هم که میخواییم به من بدین، من این رو اهدا میکنم به افرادی که به یهودی‌ها کمک کنن. و گذاشت رفت. البته خب ببینید چطوری میکنن این کارا رو. شهر نیویورک، خب تمام قضاتی که اونجا هستن، تمام وکلایی که اونجا هستن، تمام دادگاهایی که اونجا هستن، همه یهودی هم از دم و اینا دیستریکت های مختلف دارن، ولی خب این اومد اونجا در یه جایی که همه کارت ها یا همه اطلاعات امکان بود به نفع این باشه، اونجا رفت شکایت کرد و همینطور هم شد، به نفع اون اطلاعات همه چیز دادن و رأی دادن و اینم پیشرفت کرد و خلاصه ماسمالی شد و رفت. این هستش که ما حق داریم، ما حق داریم بریم این کارا رو بکنیم. چرا نمی کنیم؟ یعنی حواس ما رو چنان پرت کردن، یعنی از هر جهت سعی داریم میکنیم که اینطوری بشه، ولی خب یه دم در مبارزات این باید شروع کنن در یک حالت جهانی، قوانین جهانی تربیت کنن، وکلا تربیت کنن، مثل همونطور که شما سرباز تربیت میکنید برای کاری، اینجا همینطور بشه. اجازه بفرمایید باز دوباره ما یه چند لحظه بریم و برگردیم، حواسمون پرت شد. ببخشید. Yes.
سلام دوباره بر شما دوستان و آشنایان، تشکر از حضور شما در ضیافت گفتگو و این آخر برنامه ها رو داریم سعی میکنیم به اطلاع شما برسونیم که حتی موقعی که دارن راجع به ملت ما، مملکت ما دارن صحبت میکنن، طوری حرف میزنن که اصلا ما به هیچ وجه به اینجا تعلق نباید داشته باشیم. یعنی اصلا ما اضافه هستیم اینجا، یعنی یه جوری باید باشه که ما رو بذارن کنار. و البته خب این همش تر همین زاینیست بلیون ولدی هستش و اینها ادامه میدن. اجازه بفرمایید بقیه رو گوش کنید. The timing of this revelation amid heightened tensions and ongoing conflicts in the Middle East underscores Iran's determination to assert itself as a formidable force in the region and beyond. The first of the three weapons that Iran has showcased is a cutting-edge unmanned aerial vehicle equipped with advanced stealth technology and precision-guided munitions. خیلی خوب، این داره میگه که بله، ایران، جمهوری اسلامی ایران بالاخره سعی داره میکنه که خودش رو مطرح کنه تو این منطقه و برای مطرح کردن خودش تونسته دست به بعضی از فراوری‌های مختلفی باشه که چیزهای اسلحه‌ای درست کنه یا پهپادی درست بکنه که قابلیت یک چیزهای مختلفی داشته باشه که بتونه به تمام همسایه‌های خودش بفهمونه که ما با شما کاری نداریم، با ما کاری نداشته باشید. بارها 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 جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده که ما به هیچ وجه قصد حمله و تسخیر و گرفتن زرزمین‌های شما نداریم. ما نمی‌خوایم جغرافی محل این منطقه تغییر پیدا بکنه. ما دنبال این حرفا نیستیم. ما سعی داریم می‌کنیم خودمون رو بکشیم بالا، ملت خودمون رو بتونیم به مرحله بالا برسونیم و بتونیم در این منطقه یک وزنه ثبات باشیم. وزنه ثبات بودن ما اینطوری هستش که انقدر فناوری داریم که اگر کسی یک کسی دورور ما یا جاهای دیگه کوچکترین افکاری داشت برای اینکه بیاد به ما صدمه‌ای بزنه، فکر دوبارش هم بکنه که چه خواهد شد. و این چه خواهد شدش هستش که سالهای ساله که امریکا و تمام اون همدستاش بعد از حمله عراق به ایران که همون اول انقلاب انجام شد، ملت ما تونستن با سرپرستی و رهبری صحیح اونهایی که در صحنه بودن به مدارج خیلی بالایی بتونن برسن و در صنایع دفاعی مملکت به جایی برسن که این افراد واقعاً چیز کنن، یعنی دوباره فکر کنن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. حتی در این جهت وقتی که روسیه بالاخره به این مرحله به این نتیجه رسید که با ایران، جمهوری اسلامی ایران باید دوستی بکنه، منتها این دوستی ها روی سطح متقابل و احترام متقابل هست و با در نظر گرفتن منافع همدیگه. یعنی به این معنی نیستش که با روسیه ما دوست بتونیم بشیم اگر روسیه بخواد منافع خودش رو در منطقه که ما هستیم رو بیشتر از چیز منافع ما در نظر بخواد بگیره، با اون ما نمیتونیم. ما از منافع خودمون در منطقه خودمون دفاع میکنیم، اونها میتونن منافع خودشون رو داشته باشن و دو تا از این منافع اگر رو هم افتاد، اون وقت با هم میتونیم همکاری مشترک داشته باشیم.
چنان که این راههایی که دارن سعی میکنن راه بندازن که راههای زمینی از طریق قطار، راههای دریایی از طریق دریای خزر و وصل کردن شمال به جنوب، غرب شرق به غرب از طریق روسیه و چین و همه اینها میتونن از این طریق بیان و برن و اون امنیت داشتن دسترسی به مواد سوخت که نفت و گاز باشه و اینها دارن این کارا رو میکنن و یک وزنه ای شدن برای خودشون و این شخص داره میگه بله ایران سه تا چیز سلاح جدید درست کرده که این سلاح‌ها یکیش یه پهپادی هستش که بدون سرنشین هست و توش یه مقدار چیزهایی هست که بدون اینکه کسی بدون این کجا هست و بتونه اینو آگاهی پیدا کنن که یه همچیزی هست خودشو به مقصد به اون هدفش میرسونه و میتونه در این هدفگیری هم از راه دور به این هدفش چیز بکنه، حمله بکنه و حملهش هم از طریق نشانه‌گیری لیزری هست و این خیلی چیزا رو داره میگه در یه چیز کوچولو. و چطور امکان داره که مثلا جمهوری اسلامی ایران یه همچین کاری بخواد بکنه و براش هم گرون در نیاد؟ حالا ببینید الله اکبر، خیلی جالب ویدیو هستش که خیلی از صنایع جمهوری اسلامی ایران دفاعیش بومی سازی شده، اینا در داخل دارن این کارا رو انجام میدن، مثل این شرکت های بیرون نیستش که میرن چند تا شرکت بزرگ اسلحه سازی امریکا هستن و چه از موشکش باشه چه از هواپیماش باشه چه از کشتیاشون باشه اینا با همدیگه مزایده میذارن و بودجه پنتاگون یا بودجه وزارت جنگ امریکا $1 تریلیون. خب این $1 تریلیون هم از کجا میارن؟ از جیب مردم برمیدارن دیگه، اونایی که مالیات میدن این مالیات جمع میشه و $1 تریلیون سهم بودجه دفاعی یا بودجه جنگ امریکاست. بعد اینو بعد اینو تقسیم کنن بین خودشون از نخور لوات برن چند دو گردن کلفت دوره میز میشینن میگن خب این دفعه نوبت ماست، فعلا اون بر نگاه کنی. البته یه حالتی رو نشون میدن که نه، اینجا مزایده های درست داره انجام میشه که همه میتونن روی مزایده ها شرکت کنن و قیمتی بدن و اونهایی هم که خب بالاخره اطلاع دارید میدونید که تو این مزایده ها 1001 جور حقوق بازی هست که بعضی جاها بعضی چیزها رو مینویسن که بله مثلا من این کار رو برای شما انجام میدم 20 روزم انجام میدم و این روزش هم میگه دیگه نمیگه که اگه ابری باشه یا ابری نباشه، بارون بیاد نبا برف بیاد، اینا روز حساب نمیشه. بعد اینها طولش میدن، مثلا یه چیز قرار $100 بشه یکی این 500 یا $1000 تموم شد و دولت مجبوره بپردازه چون طرف قرارداد بوده و این دولت هم که میخواد باید بپردازه از خودش که پول نداره، بعد از جیب ماها که مالیات میدیم در بیاره. این هستش که جمهوری اسلامی ایران این حالت رو نداره، برای خاطر این هم هست که صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران خیلی خیلی مرغوب و خیلی خیلی کم قیمت پایین و قیمت مقتصدانه است، قیمت باد کرده نیست. بعدم به همسایه هاشون هم گفتن که بابا ما هر چی داریم رو میتونیم در اختیار شما بگذاریم و حتی بهتون یاد بدیم که چطور بکنید تا اونجایی که با ما هستید و ما هدف جمهوری اسلامی ایران هدف مبارزه با استکبار جهانی هست که خب متاسفانه آمریکا خودشو قهرمان استکبار جهانی داره نشون میده و با گفتن این که اینجا یک مملکت آزادی هستش که آزاد قانونی هستش که تمام چیزهایی که اینجا هست از طریق قانون داره انجام میشه و هایی که داریم میبینیم یه رئیس جمهور اینجا هست که از همون قانون داره استفاده میکنه که از زیر گناهانی که کرده دره. و یادتون باشه ها، همونطور که عرض کردیم قبلا تموم میشه، این تموم میشه، اونم تموم میشه، اونم تموم میشه.
یعنی هیچ چیز پایدار نیست، همه چیز گذرانه و در این گذران هستش که ما باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم که آیا ما مثل این بقیه باید توی همینجا بریم از این ور بریم از اون ور. من یادم میاد زمانهای گذشته که ما تهران بودیم، اونجا بزرگ میشدیم، شما عصر که میشد ساعت 4-5 بعد از ظهر که میشد، اون گنجشکای کوچولو کوچولو بودن که میومدن و جمع میشدن توی درخت ها، بعد اگه یه تکونش میدادی اینا بلند میشدن مثل ابر این طرف میرفتن، بعد یکوی میشرخیدن این و بعد میومدن این طرف، بعد میرفتن اون و این گنجشکا من نمیدونم چطوری جهتش رو عوض میکردن، ولی به احتمال قوی یکی اون جلو بود که اینا دنبالش میرفتن، یکوی این عوض میشد همه از این ور میرفتن، یکوی از اون ور میرفتن، یه همچی حالتی به تمام دنیا دادن که این گنجشکا از این ور کجا دارن میرن، همینقدر یکوی این چرخید از این ور یکوی شخصی از این ور، اینا رو هم کجا میبینید؟ این اطلاعات رو اونجا میبینید که مردم لباسشون یکوی عوض میشه، یه دوری میبینید مثلا یه دامنهاشون بلند بود یواشاشون میاد بالا میاد بالا میاد بالا، آخه چطوری شد؟ شما همون مگه نبودی که دامنتون تا اینجا بود؟ یا لباسی که تنت بود اینطور بود بعد یه خواهی اینطوری میشه، اینا رو بهش میگن مد میگن، و هر سال هم نمایشگاه مد هست، این هست اون هست، یعنی چی؟ فرصت اینکه شما خودت بفهمی کی هست و چی هستی نداری، فقط باید قطع بزنی همینطوری، هر پولی هم که گیرت میاد حتما باید اینو خرجش کنی، اگه خرج نکنی اقتصاد امریکا از بین میره، یه جفت کفش داری یه جفت کفش دیگه باید بخری، حالا اون کهنه نشده ها ولی خب باید میره بخری، حتی اون زمانی هم که آقای بوش اومد با اشتباهاتی که کرده بودن این دوتا ساختمون در نیویورک اومد پایین، اول کاری که کرد اومد گفت ببینید ما مالیات شما رو کم میکنیم، درصد پول ببخشید مالیات نه، ما مالیات بزرگترها رو کم کردم، مالیات نه، ما بهره پول رو که اون زمان مثلا 10% بود کردن 3%. خب همه دویدن رفتن پولاشون رو دوباره کردن، یعنی اون قرضاشون رو دوباره کردن، تو جیبشون $200 $300 هر ماه پول اضافه مون. آقای بوش چی گفت؟ گفت برید اینا رو خرج کنید، برید بازار، برید توی این مال ها خرج کنید این پولا رو. یعنی چی؟ یعنی داره با گردش چرخ و مصنوعی دارن میشه خرج، مردم احتیاج ندارن که جفت کفش اضافه رو بخرن، حالا میگه جیبو بهت پول دادیم این پول تو جیب من داره اینطوری اینطوری میکنه که حتما من اینو خرجش کنم، که این خرج بشه بره که این چرخ بچرخه. همونطور هم شد، بعد شد که حالا دیدیم یکویی در زمان این آقای بایدن اومدن گفتن که چون اقتصاد اینطور شد اون شده، بهره رو بردن بالا تا جایی که مردم دیگه دیدن نمیتونن حتی خونه بخرن، نه تنها خونه بخرن اتومبیل هم نمیتونن بخرن. این هستش که بدونید اون مملکتی که ادعا میکنه که این مملکت از مردمه برای مردمه به وسیله این مردم داره اداره میشه، اون گذشت دیگه نیست، تمام این مملکت به وسیله یک گروه مخصوص که اینها کمپانی‌های بین المللی هستن و سودشون فقط از اینجا نیست، از جای دیگه هم هست، اینها دارن اداره میکنن و به اندازه کافی هم پول دارن که در این مبارزات انتخاباتی یکی رو که پیدا کنن که حرف اینا رو گوش بکنه پول میریزن تو صحنه اونجا که این مثلا انتخاب بشه، و متاسفانه همینطور هست. اجازه بفرمایید چند لحظه باز بریم و برگردیم، ان شاء الله خیر باشه. یا الله. Oh!
دوباره بر شما دوستان آشنایان اجازه بفرمایید با یه مقدار دیگه از این گزارش رو گوش بکنیم و باهاتون صحبت بکنیم انشاءالله. This drone represents a quantum leap in Iran's drone capabilities, surpassing anything previously seen in its arsenal. With an extended range and enhanced payload capacity, the Guardian poses a significant threat to Israel's security infrastructure, including military installations and strategic assets. What sets the Guardian apart from other drones is its ability to operate undetected deep inside enemy territory, evading radar detection and air defenses with its stealth features. This stealth capability enables Iran to conduct covert surveillance, reconnaissance, and targeted strikes against Israeli targets without warning, potentially altering the dynamics of future conflicts in the region. The Guardian's integration of precision-guided munitions further enhances its lethality, allowing Iran to precisely target key Israeli assets with surgical precision, minimizing collateral damage while maximizing strategic impact. The second weapon unveiled by Iran is a state of... خب این شخص داره میگه که این پهپادی که ایران درست کرده و تمام این کیفیت‌های مختلف رو داره میتونه بدون اینکه اعلان زنگ‌های خطر رو به صدا در بیاره نزدیک بشه به اون هدف خودش و از راه دور شلیک بکنه و این چیز کم شلیک میشه میتونه هدایت شونده باشه که هدایت میکنه درست بره خوره به اون هدفی که میخواد، که این هدف اصلی اقتصادی یا نظامی هست و این هدف انقدر درست تو خال میزنه، توی هدف میزنه که صدمه جانبی خیلی کمتری ایجاد میکنه. این یه حرف خیلی بزرگی هستش که راجع به جمهوری اسلامی را میزنن. یعنی چی؟ قاسمی‌های سرزمین‌های فلسطین وقتی که حمله کردن به قسمتی از فلسطین غربی که در به طرف دریای مدیترانه جا داره، گفتن که ما سعی داریم می‌کنیم چیزهای استفاده کنیم که به مردم صدمه نزنه. در این چند ماه 30,000 نفر اینا کشتن. تا جایی که رئیس جمهور امریکا که سرسپرده اینا هست گفت این دیگه برای من یه ذره مشکل شد که ببینم اینقدر کشت و کشتار میکنید، و اومد داوطلب شد که سعی کنه آتش بس ایجاد کنه و در صحبتاش گفت آره تا دوشنبه این هفته، یعنی فردا و پس فردا این کار خواهد شد و آتش بس خواهد شد. حالا تمام اینا چرا دارن این حرفا رو میزنن؟ چون ماه رمضون داره میاد. ماه رمضون که بیاد مردم دنیا، مسلمانای دنیا روزه میگیرن و یک حالت عبادت عمومی هست، و اگر این ملت‌های اسلامی دنیا در ماه رمضون این کشت و کشتاری که در فلسطین داره انجام میشه به وسیله قاسمین سرزمین قاسمین های زاینیست و سایهونیست سرزمین های فلسطین داره انجام میشه آگاهی پیدا بکنن، ممکنه امنیت کل جهان رو یه حالت شوکه بهش بشه. از همه بیشتر چی؟ امنیت برای این آمریکا باشه. و این هستش که این سعی داشت میکرد که یه همچین آتش بستی باشه، ولی اون روزی که سربازهای قاسمین سرزمین های فلسطین تیراندازی کردن و تعدادی از فلسطینی ها رو کشتن، ایشون گفت نه دیگه این آتش بس امکانش کم شد، بس ما از امروز با آذوقه از هوا برای اینها میفرستیم. هر یک هواپیمای بزرگ چیز که آذوقه میتونه ببره به اندازه دو تا کامیون توش جا هست که آذوقه ببره. این منطقه ای که از فلسطین هستش که تحت کنترل و تحت محاصره زاینیستای اون منطقه هست احتیاج به 1,000 کامیون در روز داره که براش غذا بیارن. شما فکر کنید
هر هواپیما دو تا کامیون، خب شما 500 تا هواپیما لازم دارید در روز که بتونه غذا برسونه، که بتونه جای خالی کمک ها رو بگیره. حالا این آقای بایدن فکر میکنه همه خرن نمیفهمن، دیده که حالا که اینطور شد که نه این ادامه پیدا خواهد کرد و به ماه رمضان خواهد رسید، این سعی داره میکنه که اون خساراتی که امکان داره به امریکا وارد بشه در سراسر دنیا این روی ذره محدودش کنه یا سردرگمشون کنه که ببینه ما دارم از هوا دارم براشون غذا میریزم. اینا که نذاشتن از اینجا بیاد، در ضمن مصر هم نمیذاره چون تمامی کامیرا از مصر باید بیاد. پس بنابراین چطوری شد؟ بدونید در اصل حق بر باطل پیروز میشه. هیچ چیزی در تمام این دنیایی که توش زندگی میکنیم نمیتونه بر ظلم وارد بکنه و اون ظلم رو پیروز بکنه. بله برای یه روز، دو روز، ده روز، بیست روز، صد روز، هزار روز، ده سال، بیست سال، صد هزار سال، ولی در انتها حق که بر باطل پیروز میشه. و این چیزی نیستش که ما از خودمون درآورده باشیم بگیم، این حقیقتی هستش که در قرآن ذکر شده و ما به این ایمان داریم. حالا اجازه بدید بقیه این هم با سپری گوش کنیم. The art anti-ship missile system, named the Sea Spear, designed to counter Israel's naval superiority in the strategically vital waters of the Persian Gulf and the Eastern Mediterranean. With its باز شنیدید که میگه یک اجدادی درست کرده ایران که امکان داره یک چیزی باشه، یک بلایی باشه برای نیروی دریایی قاسمین سرزمین فلسطین تو این منطقه که از همه بقیه اون افرادی که اینجا هستن نیرو دریایی اینها خیلی خیلی پیشرفته و بالاتره. حتی آلمان به اینا یک یا دو تا زیر دریایی فروخته که این زیر دریایی ها مجهز به حمل و شلیک سلاح‌های اتمی هستن. اینا رو هم داده به این قاسمین سرزمین فلسطین. کی داده؟ آلمان. بعدم خب اینا که میگن ما بمب اتمی داریم، ما کلاهک اتمی داریم، خب کافیه که یکی دو تا از این کلاهک اتمی توی زیر دریایی بیاری، بیای تو خلیج فارس و بیای بالا بگی حالا یه نفس نکش بکشی بعد میزنمت. بعد این داره میگه که جمهوری اسلامی ایران یک اژدرهایی درست کرده که اینا رو میشه در آب‌های بین‌المللی پیدا کنه، کلکش رو بکنه. و رو این اصل هستش که حالا این یه حالت تعادل قوا داره پیش میاد بین جمهوری اسلامی ایران و بقیه اونهایی که دوروبر هستن، که اینا چند بار باید فکر کنن که آیا من این کار رو بکنم نکنم، بکنم نکنم، چطوری بشه. و این هستش که تا حالا نتونستن کوچکترین عملی انجام بدن و جمهوری اسلامی ایران هم در این کشت و کشتاری که قاسمین سرزمین های فلسطین دارن از فلسطینی ها میکنن، صهیونیست های فلسطینی دارن میکشن مردم فلسطین رو، طورشون گذاشته سوریه هستش، لبنان هستش، از این ور عراق هستش، از اون ور یمن هست. اینا رو همه محور مقاومت هستن که از جمهوری اسلامی ایران ایده میگیرن و میرن دنبال اون باز دوباره اون اهداف مشترکی که دارن. و این قاسمین سرزمین های فلسطین رو دارن گرفتار میکنن در چند جهت مختلف، که اینها بالاخره یا باید بیان جلو جنگ بزرگ رو انجام بدن یا اینکه تو همونجا خورد اینا رو خواب از چشمشون بگیرن. همونطور هم که خب میدونید بیشتر مردمی که در سرزمین های غصبی فلسطین زندگی میکنن اصلا مال اونجا نیستن، اینا از جاهای دیگه اومدن که به اینا گفتن بیا اینجا، اینقدر بهت پول میدیم، اینقدر خوره بهت میدیم، اینقدر فلان میدیم، قشنگ بیا اینجا زندگی کن، فلان کن، بهمان یار بریم گفتن بابا داریم آدم میکشن جلوی چهار تا چیز نگرفت نتونستی بیری در هفته اکتبر
که این بلا سرتون داره آوردن. حتی خودتون خودتون رو کشتید. 1200 نفری که کشته شده بیشترش خود این همین قاسمین سرزمین فلسطین کشتن. این هستش که تمام این اتفاقات داره میفته، تمام این چیزها داره میره جلو، خورد 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 تا جایی که الله سبحانه و تعالی میخواد این انجام بشه. اون موقع هستش که وقتی که ورق برگشت دیگه جایی به نام قاسمین سرزمین های فلسطین دیگه به اون صورت نخواهد بود. هر چه قدم هر کی بخواد هر حرفی بزنه، یعنی چی؟ شما نمیتونید یه چیزی که چارگوشه هولش بدی توی یه چیزی که گرده، نمیتونه بشه، مگر اینکه اون چارگوشه انقدر کوچیک بشه که از اون گرده کوچیک‌تر بشه. خب اون دیگه فرق میکنه. این هستش که تمام این اتفاقات داره میفته تا مرحله ای که بعضی از ملت‌های دنیا یا دولت‌های مختلف دنیا به این نتیجه برسن که دیگه صرف نداره که شما بیای یه سکیزوفرنیک پارانویال رو بخوای بهشون پشتیبانی بدی و اینها بگن که آی داده بیداد نکنه یکی میخواد بیاد من رو بکنه. همونطور شد دیگه. دو روز پیش، سه روز پیش بودش، یه تانک یا یه گروهی یه جایی پایگاهی بوده، مردم میدویدن به طرف کامیون که غذا بگیرن. اینا فکر کردن دارن میان اینا رو بگیرن و این مخبر هم ازش پرسید که اینا اسلحه دستشون بود. اون نگفت نه، نگفت آره، نگفت نه، هیچ کدوم نگفت. گفت ما تحت بررسی هستیش. خب سالهای سال پیش دو نفر با هم جنگ شد، دعواشون شد، فلان شد، بهمان شد، در یه محله فکر کنیم مثلا در فلان تهران، از یکی از این منطقه‌هایی که بعضی وقت شلوغه. خب دو نفر زدن و فلان، مردم جمع شدن، آی داد بیداد. و اونی که داشت میزد دید اگر بیشتر این کار رو کنه ملت میخره اینو میگیرن، اینو یه فتک و تکش میزنن. تا اینطوری شد گفت آه اصلا تلفن کنید پاسمان بیاد. خب تلفن کردن، پاسبان اومد. خب آنها رو ببخشید، گفتم بریم کلانتری، یه همچه حرفی گفتم بریم کلانتری، حالا مثلا ساعت 9 شبه. خب همه اون کم اونجا بودن گفتن خب دیگه، گفت بریم کلانتری دیگه، با این ما کاری نداریم، حالا میرن کلانتری بهشون رسیدگی میشه. اینا رفتن کلانتری، ساعت 9-10 رسیدن مثلا کلانتری، نشستن اونجا. یه مقدار اون افرادی که اونجا هستن اومدن آقا چی کار داری؟ گفت آره این حرف از اون فلان کار فلان کرده به ما کرده. از اون پرسید آقا این راست میگه؟ گفت نه آقای بی خود میگه، ما همچین کاری نکردیم، فلان نکردیم. گفت خب بشین. رفت اون یکی اتاق، یه نفر سر کرد گفت بیا فلان کس. یکی هم اومد از این تو سلام، گفت برو در محل فلان جا استشهاد محلی پیدا کن بیار. خب حالا ساعت 1 نصف شبه، بعد یارو بیار اون محل که استشهاد محلی پیدا کنه. خب ساعت یکی شب هیچ کس اونجا نیست، ساعت 9 این اتفاق افتاده. ساعت یکی شب همه رفتن خونه هاشون خوابیدن، برگشته به رئیس اونجا میگه قربان کسی ندیده چیزی انجام بشه. رو افسر بلند شده یکی زده تو گوش رو که کم تا کتک کرده بوده به دست سوخته، چرا دروغ گفتی؟ برو گفتشو بگذاره. یعنی چی؟ همین برنامه‌ای که داره همین الان در فلسطین داره انجام میشه. یعنی اونی که داره قتل عام میکنه، اون کاری که داره زشت انجام میده، اون کاری که تمام بلاها رو سر کسای مختلف داره انجام میده، داره قصه در میره میگه تقصیر اینه. چطور که گفتن، گفتن اگر حماس این کار رو نمیکرد ما 30,000 نفر شما رو نمیکشتیم، بس تقصیر حماسه، ما نکشتیم، این کشته شما رو. خیر باشه انشاءالله رحمان، برنامه همون تموم شد. اجازه بفرمایید باز هفته آینده بتونیم خدمتتون برسیم. تشکر میکنیم از حضور شما. Ship between Iran and Israel has long been characterized by animosity.
چه سلام.